سلام. صدای من میاد؟ بله 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 صدات میاد. خب سلام میکنم خدمت آرمین جان، بابک جان، قاسم جان و بقیه بچه های لایف چت. سال نو رو بهتون تبریک میگم. ببخشید من اولین بار بالا اومدم، یکم هولم اگه چیزی شد به راحت باش، خودتون. اینجا راحت خودمونیه، راحت اینجا باش، مثل اصلا خود خودت رسمی نیست، استرس نداشته باش، مهمان چجوری با ما دوستای هستی شما. خودت، آره با دوستای خودت چجوری صحبت میکنی، دقیقا همونجوری، خیلی راحت باش، استرس راحت نداشته باش. اول آره. اولی تشکر بکنم، چون اما من حدودا 3-4 سال بود آتیس بودم و تو اینترنت اینا میچرخیدم، هیچ کسی رو نمیشناختم، کلا احساس تنهایی و احساس غم داشتم. ولی هم موقعی که با جمهوری بی خدا حدود 1 سال آشنا شدم، کلا زندگی من اصلا از این رو به اون رو شده. خواستم اول خیلی خیلی ازتون تشکر کنم، خیلی ممنون. مرسی، ممنونم آرمین. بعد من یه سری از لایو های شما رو دیدم، آرمین میگه امیدش به براندازی کمه، نه نیست، کمه. بعد امیدش به 3 تا چیز دیگه است، یکی اینکه خامنه ای بمیره، یا اینکه قیمت نفت بیاد پایین، یا اینکه اینترنت استارلینک بیاد. درسته؟ ببین، من که این که من امیدم که خامنه ای بمیره، منظورم خامنه ای که همه میمیرن، خب منظورم امید، منظورم اینکه امید به این تحولی هست که ایجاد بکنه منظورته. آره یعنی احتمال، آره یعنی وقتی موقعی که مرد، اون موقع یه شانس داریم که یه اتفاق خاصی بیفته. خب نمیشه بگیم امید دارم که بمیره، خب معلوم که میمیره. امید دارم که موقعی که مرد از یه اتفاقاتی بیفته، یه شانسی اون موقع داریم. آره خب من الان اینجام که بیام یه فکر یکم خیلی کوتاه، چون اینترنت هم ساعتش کم خوب نیست، توضیح بدم که این که چرا اینترنت استارلینگ احتمال اومدنش تو ایران خیلی خیلی کمه. بعدم یه چرا؟ سوال ازتون می‌پرسم. اولین دلیلش اینه که شما اگه برید تو سایت استارلینگ یا همون ویکی‌پدیای سایت ویکی‌پدیای استارلینگ، دقیقاً نوشته که واسه ارائه اینترنت استارلینگ تو هر کشور احتیاج به اجازه گرفتن از اون کشوره. همین چند وقت پیش استارلینگ می‌خواست اینترنتش رو توی هند چیز کنه، برقرار کنه، مجبور شد از اول از دولت هند اجازه بگیره، که بخوایم حساب درست. کنیم خیلی بعید ایران این اجازه رو بهش بده. درسته، این ولی دلیل. این در رابطه با کشورهایی هست که باهاش رو میخوان رابطه با اون کشورها میخوان رابطه اقتصادی داشته باشن. خب چون قابلیت نداشتن رابطه اقتصادی با ایران زیاده، خیلی اجازه گرفتن از جمهوری اسلامی خیلی اون موقع مطرح نخواهد بود. میدونم چه، یعنی ببین هند و مثلا چین و اینا بازارهای بسیار بزرگی هستن که شما خیلی نمیخواین اذیت بکن، یعنی خیلی نمیخواین مبارزه بکنین با مثلا سران حکومت مثلا هند و چین و اینا. خب برای اینکه یه همچین بازاری رو ریسک نمیخواین بکنین که از دست برین. خب بازار ایران بازاریه که شما از دست دادین، برای همین اگه مردم بتونن یه روشی استفاده بکنن، من حالا یه سال دو سال آینده رو نمیگم، خب بالاخره این تکنولوژی استارلینک یه جورایی ممکنه اضافه پیشرفت بکنه که به یه جاهایی برسه که حتی با نمیدونم چه دیوایس های استفاده بخواد، نمیدونم، من نمیگم که حتما میشه، احتمالش هم کمه، ولی من میگم ممکنه به یه جایی برسیم که این قابلیت وجود داشته باشه که مردم بدون اجازه حکومت بتونن دسترسی به استارلینک داشته باشن. ببین الان ما تازه داریم به یه جایی میرسیم که حالا با اجازه لازمه. خب حالا ممکنه 5 سال دیگه به جایی برسیم که بدون اجازه هم هر کسی بتونه، اگه دستگاهش بتونه بخره، وصل بشه به استارلینک بدون اجازه حکومت ها و اینا. ممکنه به اینجا برسه. من میگم امیدم به این هست، منظورم این نیست که احتمالش زیاده. من میگم که امیدوارم به یه جایی برسه که اینترنت قابلیت دسترسیش به وسیله ماهواره از همه جا جوری بشه که هیچ حکومتی نتونه بیاد جلوشو بگیره. این امید من دارم. به نظر من تو آیندهم احتمالش خیلی کمه، غیر ممکن نیست، به چند دلیل. اولا اینکه اگه استارلینک بخواد از ایران درآمد از کاربرایی که تو ایران هستن پولی چیزی بگیره، خیلی مسئلهش فرق میکنه تا اینکه بخواد مثلا فرد رایگان اینترنت رو بده. که استارلینگ هم یه شرکت با کریپتوکارنسی هم بهش اونجا میرسیم، با اونجا میرسیم. آها بذار به فارسیشو بگیم برای اینکه ممکن بعضی نفهمن چی رمزرز. خب مخصوصا که خوبیش به اینه که خود ایلان ماسک هم خیلی علاقه داره به رمزرز و این روش های پرداخت مثلا هزینه و اینا، یعنی ممکنه به این وسیله هم بشه که مثلا مردم از ایران بتونن اینترنتشون رو بگیرن به طور مستقیم و حتی با رمزرز هم پولش رو بدن و بدون که اصلا هویتشون، به نظر من اینم ممکن نیست. حالا میگم در ادامه ممکن نیست، منظور اینه که مثلا توی 2-3 سال آینده ممکن ممکن هست نیست.
ده سال من دارم فکر مثلا 10 سال 5 سال آینده فکر میکنم. این روزم چیه؟ به نظر من هرچی بیشتر میریم جلو احتمالش کمتر میشه. اه آره چرا؟ حالا میگم، اول به خاطر افزایش نرخ دلاره. شما بیت کوین بخوای بخری، هرچی بخوای بخری، باید با دلار این کار انجام بدی. خب بعد تو ایران هم متاسفانه ارزش پول ملی همیشه کمتر نه. میشه. این ببین لازم نیست شما بیت کوین، شما رمز ارزها رو لازم نیست با دلار بخرین. شما وقتی که منم یه چیزی که دارم پیشنهاد میکنم، من تبلیغ چیزای مالی نمیکنم چون که من ممکنه پیشنهادام بسیار اشتباه باشه، حتما خودتون هر من اینجا از لحاظ سرمایه کار مشاوره من تخصص ندارم، برای همین حتما اینجا هر چیزی میگم لطفا منو جدی نگیرین، برین خودتون تحقیقات خودتون رو بکنین. خب ولی چیزی که من دارم پیشنهاد میکردم اینه که همه، نه همه، هر کسی که علاقه داره بره مطالعه بکنه روش‌های درآمد توی این دنیای رمزارزها و بلاکچین و این چیزا. خب شما لازم نیست رمزارزتو بخرید، شما میتونید اگه یاد بگیرید، اگه کدینگ یاد بگیرین، اگه سولیدیتی یاد بگیرین، اگر مثلا راست یاد بگیرین، روش‌های درآمد وجود داره توی این دنیای بلاکچین که شما لازم نباشه اصلا رمزارز بخرید، شما میتونید رمزارز درآمد داشته باشه. این درسته، الان ما داریم در سطح ملی حرف میزنیم، کل مردم ایران که این کار انجام نمیدن. نه روشهایی وجود داره که خیلی مردم میتونه. ببینید اتفاقا اگه که آینده ایران قرار باشه که اینقدر ما اقتصادمون داغون بشه، این یک پیشنهادی هست که من به نظرم خیلی باید در نظر بگیرم برای روش جدید مثلا درآوردن، مثلا اگه ریال ایران قرار همینجوری سقوط بکنه. خب شما اگه یک همچین قابلیت‌هایی داشته باشین نسبت به کسای دیگه، خیلی فرض کنین که چقدر به نفعتون خواهد بود که بتونین اینو بعد یه جوری تبدیل به ریال بکنین. یعنی قابلیت قدرت خریدتون توی ایران از حتی قدرت خرید کسایی هم که تو آمریکا و اروپا و اینا دارن این کارو میکنن به شدت زیادتر میشه. خب برای همین من میگم خیلی باید برن این چیزا رو یاد بگیرن. خب درسته، اکثر شبکه‌ها مثلا شبکه یک مثل پیکت که شما هم توش هستید، شما باید محتوایی تولید کنید که مثلا اون به ازای محتوا یه پولی به شما بده، بعد هزینه اشتراکتون از اون پول کم کنه. اکثر مردم ایران که تولید کننده محتوا نیستن میخوان این کارو انجام بدن. خب آره، ولی روشای بسیار مختلف وجود دیگه داره. الان مثلا خیلی ها توی هند و فیلیپین و آفریقا دارن پول در میارن به وسیله فقط بازی کردن. میدونی لازم چیه؟ از روشای بازیای کامپیوتری دارن پول در میارن. خب درسته، ما الان طرح سیونات جلو رومونه. اینترنت ایران روز به روز محدودتر میشه. این که بخوای با گیم پول در بیاری، مثلا یه بازی یک کم بری بالا بفروشیش، اینا همش واسه اقشار خاصه. طرف گیمره مثلا، یه طرف آشنایی به رمزارز اونجور کارا داره، طرف محتوا تولید میکنه میتونه پول در بیاره. اکثر مردم ایران، مردم عادی نمیتونن، اصلا با این چیزا آشنا نیستن. چجوری که تو آفریقا با اینترنت ضعیفش الان مردم دارن از این روشا پول در میارن؟ همه مردم که من در نمیدونم، من دارم میپرسم. یه سری افراد خاصه. نه اتفاقا کسایی که دارن در میارن هیچ اطلاعات کامپیوتری خاصی ندارن. اتفاقا بعضی از این، ببین من نمیدونم، من فقط میدونم که الان یک دنیایی داره درست میشه موازی با دنیای ما و فرصت هایی تو این دنیاها داره به وجود میاد که تو 10 سال آینده خیلی چیزا رو عوض خواهد کرد. من میگم که تنها کاری که حداقل بکنید اینه که خودتون رو آگاه نگه دارین، حتی اگه چیزی رو نمیخواین جدید یاد بگیرین. یه چیزی هم که خیلی من پیشنهاد میکنم اینه که برنامه نویسی رو خیلی ها، اگه یک چیز خوبیه که اگه بخواید یاد بگیرن تو آینده دنیا، به نظر میرسه که این یک چیزیه، یک استعدادیه که خیلی بازدهی خواهد داشت. خب من دارم میگم فقط حواستون به این چیزا باشه، حواستون به تغییراتی که در دنیا داره میکنه باشه، فقط دارم همیشه پیشنهاد میکنم. خب من اینجا یه پرانتز باز کنم در مورد استفاده از این چیزای بلاکچین، اینا در مورد فیلترینگ که حکومت میتونه اینا رو فیلتر کنه. الان شبکه ملی اطلاعات و همین طرح سیونات که میخواد اینترنت رو محدود کنه، یه طوری که کار میکنن از یه روشی به اسم وایت لیست استفاده میکنن. وایت لیست چطوره؟ یعنی فقط یه سری دامنه های خاص رو شما دسترسی داری، کل اینترنت فیلتره. تو آینده اینترنت ایران اگه اینطوری ممکنه بشه، من نمیگم حتما اینطوری میشه، ولی به احتمال زیاد اینطوری میشه. مثلا تو اصفهان موقعی که چیز بود، اعتراضات واسه اعتراض به خشکسالی بود، اینترنت رو قطع کردم، قطعی اینترنتش عین نو بود. تو آینده هم اینترنتش اینطوری میشه، یعنی شما دیگه اصلا نمیتونید به یه وی پی ان وصل بشید که به سایت های دیگه دسترسی داشته باشید، فقط سایت هایی بازه که حکومت میخواد. اگه حکومت هم بخواد دیگه شما نمیتونید به
اون سایت دسترسی داشته باشید که اصلا میخواد پولی در بیاد. خب حالا مثلا اون تویتی که ایلان ماسک کرد، یه نفر ازش پرسید که آیا این، شما تویتر رو دیده بودین که از ایلان ماسک سوال شد که آیا استارلینک رو تو ایران میارن؟ گفت سعیشون رو میکنن. اون اون خیلی مهم بود، سعیشون رو میکنن، ولی خب تو اساسنامه اصلا استارلینک نوشته ما باید اجازه بگیریم. بعد حالا ما میگیم استارلینک اجازه نمیگیره، میاد ارائه میده، مردم ایران با کریپتوکارنسی پولش رو پرداخت میکنن. یه نکته دیگه ای که هست، این ماهواره تو مدار پایینی زمین هستن، تعدادشون هم خیلی زیاده، واسه این که بتونن اینترنت خیلی خوب دارن. الان چی؟ بهترش. آره، این ماهواره تو مدار پایینی زمین هستن و تعدادشون هم خیلی زیاده، این تعداد زیاد بیشتر واسه ارائه کیفیت بهتر اینترنت و الو هستی؟ هستی؟ چی شد؟ سه من دو بریم سراغ نفر بعد فعلا؟ خیلی خب، ما باید بریم سراغ، نمیتونیم صبر کنیم. بابک چیزی رو از لایف چت میخوای هایلایت بخونی، هایلایت بکنی تا اینکه من برندون رو بیارم بلا. میوتی بابک، با خودت داری صحبت. باشه، نه چیز مطلب خاصی نیست، فقط اونجا کامنتی بود، برو توی قسمت پرایوت چت. خورزوخان که تلفنش قطع شده بود نوشته که ببخش من تلفنم زنگ خورد، فقط میخواستم بگم چون اینو... آره نه این سوی سوال داشت اونجا، ما سوال یه برنامه داشتیم درباره. اوکی نه این قسمتش، فقط خواستم بگم چون انتهای جملهش چون بسته نشد، میخوام بگم جمله خود خورزوخان بود که میگه فقط خواستم بگم چون تو سطح پایین زمین هستن اون ماهوارهای، اسمش چی بود؟ استارلینک بود، آره، هستن به راحتی میشه با موشک زدشون. منظورش این بود که جمهوری اسلامی میتونه اونا رو به راحتی با موشک سرنگون کنه. این گفتم نظر خورزخان رو بخونیم.